پروازها میان افغانستان و قطر از سر گرفته می شود. روند توضیح پاسپورت در پنجشیر برای دو هفته متوقف شد. سقوط چشمگیری ارزش دلار در برابر افغانی و قضیه مقدوم عالم دوباره تازه شد آخرین هشدار ازبک تباران به طالبان با یاد خدا به از دیگر از ویدیو های این کانال خوش آمدید تقاضا می تا آخرین ویدیو با ما باشید پرواز ها میان افغانستان و قطر از سر گرفته می شود اداره هوانوردی ملکی اعلام کرده که پرواز ها میان افغانستان و قطر دوباره از سر گرفته می شود این اداره چهارشنبه سیزده دل به در اعلامیه گفته است که روند پرواز ها میان دو کشور بعد از چند سال به حالت عادی برمیگردد اعلامیه افزوده است بعد از این هفتوار پروازهای شرکت های هوایی افغانستان و شرکت هوایی قطر در این سکتور صورت خواهد گرفت این در حال است که پیش از این روند پرواز میان افغانستان و قطر دچار مشکل شده بود پیشتر مقامات قطر گفته بودند که با طالبان درباره از سرگیری پروازهای داخلی از کابل به توافق رسیدن و گفته مقامات قطر بر اساس این توافق قرار است هفته دو پرواز از میدان هوایی کابل به قطر صورت بگیرد همچنین رسانه های امریکایی نیز از آغاز روند تخلیه شهروندان این کشور و افغان در معرض خطر از کابل خبر داده بودند. مجاهد قانون قبلی رسانه ها را خواندم نقصه نداشت زبیولا مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان می گوید که قانون قبلی رسانه ها را خوانده و از نظر او این قانون نقصه نداشته است زبیولا جای چهار شنبه سیزه دل در نشست که به ابتکار کمیته مسئولیت خبرنگاران را اندازی شده بود گفت ما قانون قبلی رسانه ها را مطالعه کردیم کدام نقیصه ای نداشت علاوه بر این امارات گروه طالبان از رسانه ها می خواهد که باید در نشرات خود منافع ملی، ارزش های اسلامی و وحدت ملی را در نظر بگیرند. موین نشرات وزارت داد و فرهنگ طالبان در حال از نبود نقص در قانون رسانه های حکومت پیشین سخن می زند که پیش از این حکومت طالبان آن قانون را لغو و در عوض آن یک دستور عمل چند ماده ای را به رسانه ها اعلام کرده است زبیولا مجاید همچنین در این نشست گفت رسانه ها صدای ملت را به گوش مسئولان دولت می رسانند به همین دلیل امارات گروه طالبان از رسانه ها حمایت می کند. روند توزیع پاسپورت در پنجشیر برای دو هفته متوقف شد مسئولان محلی در ولایت پنجشیر از توقف روند توزیع پاسپورت در این ولایت خبر میدهند احمد کبیر آمر پاسپورت قماندانی امنی ولایت پنجشیر بامداده روز چهارشنبه سیزده دل و به روزنامه هشت صبح گفت که این روند تا دو هفته دیگر متوقف شده است او دلیل توقف روند پاسپورت در این ولایت را بروز مشکلات فنی و دستور مقام های مرکزی عنوان کرد او افزود که پس از برطرف شدن مشکلات فنی این روند دوباره به گونه عادی آغاز خواهد شد وای همچنان تصریح کرد که در این مدت قرار است صدها اسناد جمع‌آوری شده به کابل منتقل و به آن رسیدگی شود گفتنی است که روند توضیح پاسپورت در 14 ولایت کشور به شمول پنشیر در تاریخ 15 قوس آغاز شده بود سقوط چشمگیر ارزش دلار در برابر افغانی ارزش دلار در برابر افغانی در بازار اسهار افغانستان کاهش قابل ملاحظه یافته است بر اساس گزارش سرای شاهزاده بزرگترین مرکز تبادل اسهار خارجی در کابل بهای دلار در مقابل افغانی نسبت به سه روز قبل حدود ده افغانی کاهش یافته است صبح امروز چهارشنبه سیزده دل و ساعت یازده قبل از ظهر یک دلار امریکایی در سرای شاهزاده به 93 تا 95 افغانی مبادله شد این در حال است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان بهای دلار در مقابل پول افغانی به گونه بی پیشینه افزایش یافت حکومت طالبان برای جلوگیری از افزایش قیمت دلار داد و سطد با ارزش های خارجی را ممنوع اعلام کرد حکومت طالبان در اعلامیه ای گفت از این به بعد با کسانی که با ارز خارجی معامله کنند برخورد قانونی می شود حدا خموش جهان مردم افغانستان را به دست گروهی سپرده که زمان خود آنان را ترور اسم یک تن چیره های شناخته شده اعتراض های کابل میگوید که جهان مردم افغانستان را به دست گروهی سپرده که زمان خود آنان را ترور اسم خوان با گزارشی سپوتنیک به نقل از افغانستان انٹرنشنال حدا خموش در نشست پارلمان اروپا گفت گروه طالبان آزادی مردم را سلب کرده و شهروندان افغانستان را به دسته های خودی و غیر خودی تقسیم بندی کرده است حدا خماش در نشست ناروی با نمایندگان گروه طالبان هم درباره زندانی کردن دختران معترض انتقاد کرده بود و از آنان خواسته بود تا دختران معترض در بند را آزاد کنند. طالبان خواستار معرفی افراد ملکی برای پروژه تاپی از سوی بخش خصوصی شد. حکومت طالبان از شرکت خصوصی کاریایی کشور خواسته است که افراد مسلکی را برای کار در پروژه تاپی معرفی کند تلویزیون ملی چهارشنبه سیزده دل و در تیوی از دیدار مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان با اعضای اتحادیه شرکت های خصوصی کاریابی کشور خبر داد حنفی در این دیدار گفته است که با آغاز کارهای عملی پروژه های تاپی فایبر نوری و رای آهن به هزاران نفر کارگر نیاز خواهد شد شرکت های خصوصی می افراد ملکی را آماده و معرفی کنند پیشتیبانان مخدوم عالم طالبان پشتون نمی یک ازبک قدرتمند در این گروه باشد سه هفته پس از درگیری یک فرمانده ازبک تبار در فاریاب و اعتراض حامیان او در شهر میمنه واشنگتن پوز در گزارش به نارضایتی قومی میان طالبان پشتون تبار و ازبک تبار با آتش زیر خاکستر در روزه شمال یعنی میمنه پرداخته است. به گزارشی سپوتنیک به نقل از آماد نیوز. در این گزارش از مقدوم عالم به عنوان یکی از مطرحترین فرماندهان ازبک نام برده شده که 20 سال در های طالبان جنگیده 5 سال در زندان بگرام زندانی بیکایی ها بوده و در تصرف سه ولایت شمالی افغانستان به دست طالبان نقش ای داشته است اما بازداشت سه هفته پیش مقدوم عالم تنشهای قومی میان طالبان را برجسته ساخته است در حالی که حکومت طالبان در کابل او را به آدمربایی متهم کرده اما دوستانش این اتهام ها را رد می کند روزنامه امریکایی در ادامه نگاشته است که مانند دولت های قبلی افغانستان طالبان توسط پشتون ها رهبری می شوند. در کشور که در آن اقلیت ها برای سالها کنار زده شدند و یا کمتر نمایندگی می شوند و برای بسیاری ازبک ها بازداشت مقدوم عالم حکایت از ادامه چنین سیاست هایی دارد واشنگتن پوز همچنان نگاشته است که تظاهرات گسترده میمنه طالبان را غافلگیر کرد و بعد از آنها نیروهای کمکی تا بدندان مسلح را از ولایت های همجوار به فاریاب آوردند تا هشدار باشد برای معترضان که دیگر نباید به جاده بیرون شوند این عمل کرده طالبان باعث شده که صدها معترض از ترس بازداشت از سوی طالبان یا از ولایت فاریاب فرار کنند و یا هم مخفیانه به سر ببرند در پایان این مقاله نگاشته شده که اگر مختوم عالم محکوم شود یا موقعیت او در میان طالبان کاهش یابد بسیاری از ساکنان خود را برای شعلهور شدن دوباره تنشهای قومی آماده می کنند عبدالله یک باشنده و فاریاب گفته ما میدانیم که این روزها تمام قدرت در اختیار پشتون هاست اگر همین را را ادامه دهند مردم حاضرند دوباره خود را فدای حقوقشان کنند